فردا تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی از مرحله گروهی جام جهانی مقابل آمریکا قرار میگیره. برای بررسی آخرین خبرها و حاشیه‌ها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از آنمارک. مهدی، در آستانه برگزاری مسابقه اوضاع چگونه پیش میره برای شاگردان کارلوس کیروش؟ درود رویا، از دو منظر میشه به این سوال مهم. در آستانه یک بازی همیشه مهم، ایران آمریکا، نه فقط در فوتبال، در هر رشته‌ای تقابل دو کشور همواره ملتهب بوده به دلایل سیاسی و همچنین ورزشی در کنارش، و باز هم این اتفاق افتاده. از بعد فنی همونطور که در تصویر می‌بینیم به نظر میرسه که بازیکن‌ها به شدت با هم منسجم، من کارلوس کیروش تیمش رو تونسته متمرکز نگه داره، در بازی با ویلز هم دیدیم این موضوع رو. اما از این منظر که آیا رابطه بین هواداران فوتبال در ایران با تیم ملی بهبود پیدا کرده، نشانه‌ای دیده نمیشه. حتی در ساعت خبرگزاری ها هم اون مصاحبه هایی که اینطور مواقع در واقع انجام میشه، پر از مصاحبه است از پیشکسوت ها، چهرهای ورزشی که حمایت میکنن، تشویق میکنن، اصلا چنین خبری نیست برخلاف همیشه. و این دوتا موضوع کاملا در واقع در برابر هم قرار داره. یعنی یک تیمی که به نظر میرسه با تمام قوا و انگیزه میخواد به میدان بره، اما هواداری که چندان براش به نظر نمیرسه که نتیجه این بازی مهم و حیاتی و سرنوشت ساز باشه، حداقل در فاصله یک روز مونده به مسابقه اینطور دیده میشه. خب خود بازیکن‌ها هم این فرصت رو داشتن که حتی بعد از بازی با ویلز یک استوری مشترک بذارن، از مردم دلجویی کنن، یه قدم به سمت مردم بردارن، ولی این گام متاسفانه هرگز از سوی ملی پوشان برداشته نشد. مهدی، در این بین افشا شدن اسناد خبرگزاری فارس از سوی گروه هکری بلک ریوارد ابعاد تازه از برنامه‌ریزی سیاسی حاکمیت برای استفاده ابزاری از تیم ملی رو روشن کرد. بیشتر برامون بگو از اهمیت سندها و فایل‌های صوتی. خود این اسناد هک شده و منتشر شده که در کانال تلگرامیشون قرار میدن در دسترس همگان هست، دامن میزنه به شایبه ها. یعنی اونا میگن که ما هم تهدید کردیم و هم البته تطمین، یعنی بازیکنان رو رضایتشون رو جلب کردیم با مسائل مالی و غیره. خب این باید به غیرت بازیکنان، به اون تعصبی که دارن، به شأن و شخصیتشون بر بخوره، ولی باز چنین چیزی دیده نشد. انگار بیرون از محیط اردو اونا هیچی رو نمیخوان بشنون، ولو به قیمت خدشه‌دار شدن حیثیت ورزشیشون باشه، ولی نادیده میگیرن و اهمیتی نمیدن. حتی بازیکنانی مثل سردار آزمون که مدام پیش از جام جهانی استوری میذاشت، اون هم دیدیم که هم سرود و خون در کنار بقیه بازیکنان و هم واکنشی نشون نداد در این روزها. و در کنار این موضوع مثلا میبینیم فایل صوتی سردار قریشی از بسیج مستضعفین، که البته بسیج مستکبرین باید گفت، چون دیگه اینا مستضعف که نیستن، همشون سایبریا قطر میرن، سفر میرن، جام جهانی با بهترین امکانات. این در فایل صوتیش به علی دایی و خانوادش اهانت میکنه، به همسر و دختران علی دایی اهانت میکنه. خب اینا همش توهین به فوتباله. یعنی ما یا شما رو میخریم، یا اگر نتونیم شما رو تطمیم کنیم بهتون اهانت میکنیم. این وضعیتیه که در فوتبال حکفرماس رو، یا شاید که نه، یقیناً به همین دلایل متعدده که مردم احساس میکنن نباید با فوتبال با برد و باخت ها سرشون کلاه بره و حواسشون به اینه که در کردستان چی میگذره، در سیستان و بلوچستان چی میگذره و در خیابان ها چه اتفاقی میفته، که دیدیم در خیابان ها سرکوبگران با باتوم و پرچم جمهوری اسلامی و شیپور به اصطلاح داشتن شادمانی میکردن از نتایج فوتبال، و این چیزیه که مردم نمیپسندن و تا این لحظه هم نپسندیدن و فعلا بازی ایران و آمریکا براشون اهمیتی نداره. تا ببینیم در آینده بعد از بازی یا پیش از مسابقه چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده و این رویه رو تغییر بده. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک. سپاسگزارم.